بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از آیات سوره قصص از آیه 51. آخرین بحثی که در جلسه گذشته داشتیم درباره انکار حقایق قرآن بود توسط معاصرین پیامبر که ایراد می‌گرفتن که خب اگر این از جانب خداست چرا این مثل موسی معجزاتی نداره. میگه اون موقع معاصرین موسی هم که همینجور فکر میکردن اون حرفا رو رد میکردن. بهشون بگو که خب اگه اینو قبول ندارین کتاب بهتر از این بیارید، شما می مطالب بهتری رو مطرح کنید، ما هم از اون تبعیت میکنیم. این مطلبی ریست که من مطرح کردم، حالا شما بهترش رو دارین، حرفی نیست، دعوایی نیست. ولی میگه اگه این کارو نکردند که نمی کنند، بدون که اینا دنبال نظریات خودشونن، یعنی دنبال حقیقت نیستن. و اینم چه گمراهی بزرگی است که آدم به جایی که در تعقیب حقیقت باشه بخواد به حقیقت برسه، بخواد نظریات خودش رو اون چیزی که دلش میخواد براش مطلوبه پیگیری بکنه. و این خب ظلمه. ظلم یعنی چیزی در جای خودش نباشه، منطقی و اصولی نباشه و این به نتیجه نمیرسه. این مطلب مربوط به گذشته بود. اما از آیه 51 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما این قول رو، این گفتار رو، یعنی این قرآن رو وصلنا لهم. وصلنا یعنی وصل کردن، پیوسته داشتن. یعنی اینطور نبوده که مثل فرض کنید ده فرمان زمان حضرت موسی یه چیزی گفته بشه بعد مثلا فاصله بیفته، گرچه حضرت موسی خب خودشون هم حضور داشتن. یعنی این وحی اینطوری نبوده که یه بار یه مطلبی بیاد. وصلنا یعنی در طول 23 سال این مطلب مستمرن متصل به هم گفته شده، یعنی یک آموزش 23 ساله برای اون مردم معاصر قرآن بوده. به تناسب نیازهای زمانه اینها با هم ارتباط داشته. هم از نظر نزول تدریجی و تداوم وحی میخواد بگه و هم این که این گفتار یه گفتار پراکنده‌ای نیست. یعنی قرآن مثل یه کشکول، مثل یه جنگی نیست که مجموعه مقالاتی رو کنار هم گذاشته باشه، مجموعه مطالب هدایتی رو کنار هم چیده باشه. اینا با هم ارتباط داره، مثل یک کتاب دیگه. شما یک کتاب ممکنه 10 فصل باشه، فصولش خب مستقله، ولی شما فصول کتاب رو نمیتونین جا به جا بکنید. نویسنده یک خط روشنی رو خواسته تعقیب کنه، فصل 10 نمیتونین 5 بذارید، قاطی میشه مطلب، گیج میشه. قرآنم به تعبیر خودش یک مطلب پیوسته است. اینطور نیست که جدا جدا یک سلسله مطالبی پلو هم قرار گرفته باشه. آیه بعدی حالا در واقع یک نوع تحریک غیرت اعراب معاصر پیامبره، مشرکینه. میگه که اون اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا، اونا که صادقانه به کتاب خودشون باور داشتن، اونا قبول دارن این حرفا رو، اونا که بیگانه تر از شما هستن. الذین آتیناهم الکتاب من قبلهی، اون کسانی که ما قبل از قرآن به اونها کتاب دادیم، منظور همون تورات و انجیله، هم بهی یؤمنون، اونا به اینا ایمان میارن، اونا این حقایق رو قبول دارن چون منطبق با مطالب خودشون هست. یک ورژن جدیدی از همون مطالبه به یه زبان تازه تری با 600 سال فاصله که از زمان حضرت عیسی است، یا نمیدونم 1000 سال 2000 سال بعد از حضرت موسی. بنابراین از همون قبیل مطالبه، از همون خدا، از همون مطالب مربوط به هدایت داره صحبت میکنه. اونا ایمان میارن راست، اونا که صادقانه به این حقایق باور باشن. و اذا یتلا علیهم، وقتی که این آیات بر اونها گفته میشه، تلاوت میشه، قالوا آمنا بهی، اونا میگن ما قبول داریم اینا رو، ما باور داریم این حرفا رو، انه الحق من ربنا، اینا حقه، حقیقتیست، اینا باطل نیست، بافته شده نیست،
حقایقی است از جانب پروردگار ما. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما قبل از این هم تسلیم بودیم. اینجا نه اینکه ما مسلمان بودیم، مسلم یعنی کسی که تسلیم حقیقته. ما قبلا تسلیم خدا بودیم، تصدیق حقایق بودیم، برابری اینم وقتی از اون مطالب داره سخن میگه ما قبولش داریم، قبلا هم این حرف رو قبول داشتیم. مقایر با دیدگاه های ما، اندیشه های ما نیست. ما تعصب قومی، نژادی، تعصب دینی نداریم. هرچی حقیقت باشه میپذیریم. اولائکه یعطون اجرهم مرتین به ما صبروا و یدرعون بالحسنت سیئه و من ما رزقناهم ینفقون. این آیه و آیه بعدش تجلیل میکنه از آدمای بی تعصب مسیحی یا یهودی. اولائکه یعطون اجرهم، اینا اجرشون رو نزد خدا میبرند مرتین، دوبار اجر دو برابر دارن. چرا دو برابر؟ یک بار که به هر حال به آیین خودشون ایمان آوردن، یعنی یک ارزیابی کردن، به هر حال شناخت پیدا کردن، به شریعت خودشون، به کتاب خودشون ایمان آوردن، پس در یک آزمون انتخاب کردن، موفق بودن در ارتباط با خدا. حالا که یه مطلب دیگه ای آمده، یک آیین و شریعت دیگه، این یک امتحان دیگه است. آیا تعصب به دین خودتون دارین یا تسلیم حقیقتین؟ پس دوبار اینا عمل آزاد فکری، آزاد منشی رو انجام دادن نسبت به اونچه که باورهاشون بوده، عادتشون بوده، سنت‌های آبا و اجداد بوده. برابر این کارشون خیلی با ارزش داره. اولائکه یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، به خاطر صبرشون. صبر یعنی مقاومت، شکیبایی، پایداری. خب این راحتی نیست که آدم یک اندیشه جدید رو بپذیره. وقتی که اکثریت مردم بر یک باورهایی هستند و تعصب دارن، کسانی بتونن این آزاد فکری رو داشته باشن، انتخاب بکنن، تو اون جامعه بده میشن، مردم باشون خوب تا نمی کنن، مردم اونا رو قبول ندارن و تردشون میکنن، تکفیرشون میکنن. بنابراین باید صبر کرد، باید مقاومت کرد. اینا به خاطر پایداری در برابر متعصبین، در برابر تنگ نظرها کار بزرگی انجام دادن. دو بار در واقع مقاومت کردن در برابر تقلید و تبعیت های کورکورانه جامعه. دیگه چی؟ و یدرعون بالحسنت سیئه. اینا اون بدیهایی که مخالفین و متعصبین بر اونها روا می داشتند، تکفیر و توهین و اذیتها و آزارها، بدیها رو با خوبی دفع می کردند. یدرعون معنای یدفعونه داره، دفع کردن، دفاع کردن. آیا اینا یه حرف رو با چهار تا می زشتن روش جواب می دادن، درگیری ایجاد می کردن، مشاجره می کردن؟ نه، اینا سیئه، بدیهای اون مخالفینشون رو حسنه، با حسنه اون سیئات رو پاسخ میدادن. و نه تنها از نظر فکری عقیدتی، بلکه ممار از ابناهم ینفقون، از اون چه هم که خدا داده انفاق میکردن. یعنی در واقع اگر اونها نیازمنده بودن بهشون کمک میکردن. یعنی هم از بعد نظری عقیدتی آزاد فکر بودن و هم از نظر تعلق به مال و منال و دنیا اونجا ما آزاد بودن. اونچه که بهشون دادیم میدادن به دیگران. این خب ویژگی خیلی بزرگیه. داره این تغییر عقیدهشون رو میگه که اینا دوبار استقلال رأی پیدا کردن. هر استقلال رأی بالاخره همه تجربه کردیم دیگه تو دنیا، چقدر باهای سنگینی باید داد، چقدر با آدم درگیر میشن و تکفیر و توهین و اینها. خب دنبالش اینا انقدر خوب برخورد کردن، لجبازانه نبوده. و ازا سمع اللغو، وقتی که اینا یک سخن لغوی میشنیدند، لغو یعنی یاوه‌گویی ها، بی هدف، سخنان نسنجیده. خب معلومه چون یه موضع آزادی انتخاب کردن، دیگران خب یاوه‌گویی میکنن به اینا. ازا سمع اللغو اعرضوا عنه، درگیر نمی شدن. اعراض نه به معنای مثلا قهر کردن، یعنی
رو در رو قرار نگرفتن، رو گرداندن، به جای اینکه رو به رو آدم بشه، درگیر بشه، دعوا بکنه، پاشو میکشه کنار. کلمه اعراض با فعل ان که میاد از نظر عربی معناش در عرض هم قرار نگرفتنه، نه اینکه رو به رو میشن برخورد میکنن، معناش برعکس میشه. اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. به مخالفین چی میگن؟ اعمال ما مربوط به خود ماست، اعمال شما مربوط به خودتونه، ما تعصب نداریم، شما آزادین هر جوری میخواین فکر کنین، هر جوری میخواین عمل بکنین. لنا اعمالنا، اعمال ما مربوط به خودمونه، به کسی ارتباط نداره. که حالا شما انقدر ناراحتین و جوش میزنین و چرا اینجوری فکر میکنین، چرا اونجوری عمل میکنین. و لکم اعمالکم، اعمال شما مربوط به خودتونه، یعنی هر کسی آزادی داره، اختیار داره که اونطوری که میخواد بیاندیشه و اونطوری که میخواد عمل بکنه. سلام علیکم، درود بر شما، سلام بر شما. این سلام نه که فقط بگن سلام علیکم، این مفهوم سلامه. سلام یعنی سلامتی خواستن، سلامت باشید، یعنی تعارفی به اونها میکنن که دلالت بر استقبال از عقیده و نظرشون. خیلی خوب، انشاءالله موفق باشی، در پناه خدا، عقیده هر کسی محترمه، معنای اینجور چیزا رو داره. لا نبتغل جاهلین، ما ابتقا یعنی پیگیری کردن، پیجویی کردن، تعقیب کردن، ما پیگیری نمی کنیم. یه وقت هست که یه کسی یه حرفی زده میگه نه باید اینو حتما سر جاش نشون، باید حتما جوابشو داد. دیدین که بعضی ها چقدر پیگیری میکنن، دنبال میکنن. نه، این عقیده خودشه، کاری نداری، به خودش مربوطه. ما یه کسی جاهل هم چون بحث اینه که لغو بشنوه، میگه ما دنبال این نیستیم، ما اگه یه جاهلی به ما یه چیزی گفت کاری به کارش نداریم. خب قرآن داره تجلیل میکنه از اهل کتابی که این چنین هستن. معمولا هم اگرم کتاب ما عادت داریم هیچ وقت از مخالف خودمون تعریف نمی کنیم، اگه بکنیم میگیم مسلمان ها اینطوری، شیعیان اونجوری. کمتر اتفاق افتاده که کسی از کسی تجلیل بکنه. معمولا فکر میکنن نه، این معناش اینه که تأیید اونا رو میکنیم. نه، تأیید نیست، آدم باید آزاد فکر باشه، به عقیده دیگران هم احترام بذاره دیگه. اتفاقا در جاهای متعددی از قرآن این مطلب مطرح شده، میگه ادفع بالتی هی احسن، این سوره فصلت، شاید مفصل تر از جای دیگه میگه، میگه تو با زیباترین شیوه از خودت دفاع کن. ادفع بالتی هی احسن، احسن یعنی زیباترین، صفت تفصیلیه، تفصیلی عالی، یعنی بهترین. یه وقت شما میگین کبیر یعنی خدا خیلی بزرگه، وقت میگه اکبر یعنی از هر چی که فکر بکنید خدا بزرگتره، بی نهایته. احسن هم یعنی از هر چی زیبا فکر کنی بهتر، یعنی ببین که زیباترین شیوه برخورد چگونه است. ادفع بالتی هی احسن، تو اگه دفاع بکنی از خودت با زیباترین شیوه خواهی دید. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، بین تو و بین آن که عداوت هست، دشمنی هست، که انهو بلیون همیم، ناگهان تبدیل به یه دوست همیم میشه. همیم یعنی گرم، مثل حمام، این دوست صمیمی، دوست گرمی برات خواهد شد. میگه البته و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز آدمای صابر نمیتونن این کارو بکنن. صبر یعنی مقاومت، یعنی وقتی توهین میکنه، دشنام میده، بدی میگه، آدم دیگه تمپرش میره بالا، عصبانی میشه، میخواد شدیدتر از اون سر جاش بنشونه. ولی اگر بر خودش مسلط باشه، صبر بکنه، شکیبایی و مقاومت داشته باشه، پاسخ نیکو به او بده، زیباترین پاسخ و عکس العملو، میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز آدمای صابر چنین کاری ازشون بر نمیاد. این تو باید خیلی شکیبا باشی، صابر باشی. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسانی که بهره عظیمی از اراده، هستی، شخصیت برده باشن. میگه چرا تابع عمل دیگران هستید؟ هر کسی باید خودش رو پای خودش باشه، عملش رو خودش تعریف بکنه، خودش تصمیم میگیره چیکار میکنه. چرا من باید تابع این باشم که اگه او تملق گفت و
تعریف کرد و تمجید کرد خوشحال بشم، با او رفتار خوبی داشته باشم، اگه بد کرد بد بکنم، پس من خودم کجا هستم؟ انتخاب خودم، شخصیت خودم کجاست؟ عقاید و آرمان و اعتقاداتم کجا رفته که اونا دارن منو میرقصونن، اونا دارن به ساز خودشون منو به حرکت در میارن؟ ارزش انسان به این نیست که عکس العملی رفتار بکنه، ریاکشن داشته باشه. اینو بهش میگن صبر، تحمل بکن، دندون و جگر بذار، بر خشم و خروش و عصبانیتت مسلط بشو اونطوری که منطقی صحیحه، اخلاق ایجاب میکنه، مصلحت ایجاب میکنه. اگر آفریدگاری قبول داری اون داره به تو توصیه میکنه که بر خودت مسلط باش، اراده داشته باش. برعکسش هم میگه و اخوانهم یمدونهم فی الغی، اونایی که مثل اینکه با شیطان روابط نزدیک دارن، یمدونهم این امتداد میدن، کش میدن، دعوا رو کش میدن. این یکی میگه اون میذاره روش این هی دارن با هم بحث میکنن، نیم ساعت جدل از ایش ساده شروع شده، بعد کار بالا میگیره، مشاجره میشه، توهینا به خانواده و مادر و پدر و نزدیکانم کشیده میشه. ثم لا یقصرون، کوتاه نمیان، نمیبرنش، هم یقصرون یعنی قیچیش هم نمیکنن، بحث تمام نمیکنن، آخرش ممکن دست به یقه بشن و کتککاری یا قهر بکنن تم برن. چرا تو این چرخه باطل میفتید؟ چرا بر خودتون مسلط نیستید؟ حالا این آیات از اهل کتابم تعریف کرده، قرآن اتفاقا خیلی از اهل کتاب تجلیلایی داره، البته انتقادایی هم کرده، ولی انتقادا رو از خود مسلمان هم خیلی کرده، ولی تجلیلاش هم فوق‌العاده است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. توی نیستی که هر کی رو دلت بخواد بتونی هدایت بکنی. خطاب به پیغمبر میگه و اینا پیغمبر داره قرآن میگه، ولی منظور همه اونایی که میخونه، میگه مگه هدایت دست توئه؟ انک لا تهدی، تو هدایت نمیتونی بکنی. من احببت، اون کسی که دوست داری، حب دوست داری که هدایت بشه، میخوای اینا حتما باش بحث بکنی به راه درش بیاری، نه دست تو نیست. ولکن الله یهدی من یشا، ولی که خداست که هدایت میکنه اون که را بخواهد، بخواهد نه که دل بخواد، مشیت خدا یعنی نظاماتش، قوانینش. یعنی چی؟ یعنی تغییر عقیده دیگران که با بحث درست نمیشه. اون اگه دلش نخواد، حتی اگر در بحث هم شکست بخوره، هرگز عقیده تو رو نمیپذیره. یه رابطه قلبیه، تا با عشق و میل و انتخاب خودش نباشه که فایده نداره. ما فکر میکنیم هدایت لفظ گفتنه، هدایت هم راهنمایی ترجمه میکنیم که بارها عرض کردم که غلطه. هدایت، کلمه هدایت در زبان عربی هم یعنی ایصال به مقصد یا مقصود، کسی رو رفتن رسوندن به مقصود. تو واقعا میتونی این مسائل رو مطرح بکنی، بگی، ولی مؤثر واقع نمیشه تا خود اون آمادگیشو نداشته باشه. در جای دیگه میگه هدایت به اذن الله، اذن یعنی قوانین نظامات، یکی اینی که دل طرف شیفته بشه، علاقمند بشه. به پیامبر میفرماد قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به گونه ای با اینا صحبت بکن، قول بلیغ، بلیغ یعنی رسا بشه، قل لهم فی انفسهم، در جانشون بنشینه، نه که فقط بشنون، یعنی آنچنان زیبا سخن بگو که در جانشون این سخن جا بگیره، با میل و رغبت این رو بپذیرن، جذبش بکنن. میگه با اونا که مخالفن باشون چگونه صحبت کن؟ میگه جمیلن، با جمیلنی، با زیبایی. یا میگه فمهل الکافرین امهل هم رویدا، رویدا ریشه اراده است، یعنی دو تا اراده است، اون افکار داره، تو این افکار داری. اراده، مراوده در قرآن عمدتاً به معنای به اصطلاح این لطایف الهیل، در واقع با ظرافت تندازی کردن، عمدتاً تو سوره یوسف آمده. اون عملی که زلیخا یا زنان دربار انجام میدادن نسبت به یوسف، یعنی با خودنمایی ها ادا و عطا رو کرشمه بونه میدونم آرایشات و اینا، کلمه‌ای که به کار میبره مراوده است. میگه تو هم مخالفین تو در واقع باید عاشق بشن، عاشق تو بشن، یعنی انقدر زیبایی از تو ببینن جذب بشن.
بنابراین میگه این با تو نیستش که حالا میخوای بحث کنی مردم رو عوض بکنی. اگه رفتارت زیبا باشه، حرفت منطقی باشه، میپذیرن. میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، به راه پروردگارت با حکمت دعوت بکن. حکمت یعنی با اخلاق و رفتار و موعظة الحسنه و زبان خوش. و جادل هم بلتی هی احسن، اگه مجادله میکنی با زیباترین شیوه ها باید مجادله کنی. اینو توضیح داده خود قرآن که میگه اصلا روی نقاط افتراق اختلاف اصلا بحث نکن، روی مشترکات بحث بکن. چرا بگی ما اینو فکر میکنیم تو اینو فکر میکنیم؟ بگی نه ما اینو قبول داریم شما ما قبول داریم، ما اینو قبول داریم شما قبول داریم. معمولا اکثر چیزا رو با هم مشترک هستیم. حتی میگه که با یهودی ها بگو خدای ما و شما یکیه، فرشتگان قبول داریم، پیام موسی رو قبول داریم، عیسی رو قبول داریم، اثبات رو قبول داریم، ابراهیم رو قبول داریم، اسحاق رو قبول داریم، یعقوب رو قبول داریم. میگه همه اینا رو میگه قبول داریم. میگه حتی اثباتتون رو 12 شعبتون هم قبول داریم. بین ما و شما میگه اصلا اختلافی نیست، لا حجت بیننا و بینکم، بین ما و شما اصلا بحثی وجود نداره، ما یه چیز داریم فکر میکنیم. میگه بهشون بگو که تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیان ما وحدت کنیم با هم دیگه پیرامون یک محور. الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، ولا نشرک به شیئا، شرک نورزیم، دنبال این قدرتمندا نریم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یه اربابایی به جز خدا رو ول کنیم، همین، that's it. بقیه چیزا میگه دیگه هر کدوم برای خودشونه، اختلافی وجود نداره. اینجا منم حتی پیامبر میگه که این تو نیستی که هدایت میکنی، و با اعلم و بالمهتدین، خدا به اونا که هدایت شدن اعلمه، اعلم یعنی داناتره. اگه میگفت خدا اونا رو میشناسه یه معنا داشت، این که میگه خدا خودش بهتر میدونه یعنی چی؟ تا حالا شده یک کسانی به شما یه مطلبی رو بگه این کار بکن اون کار بکن خوبه این کار بکنی، جواب شما اگه این بوده باشه خودم بهتر میدونم یعنی چی؟ خواهش میکنم دخالت نکن دیگه، خودم بهتر میدونه. اینجا میگه خدا بهتر میدونه، اینه جوش نزنه، این کاسه داختر از آش نشین، خدا خودش بهتر میدونه که هر کی چه افکار و اندیشه ای داره. و قالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، یه دهی خب تمایل داشتن میخواستن این حرفا رو بپذیرن، باور کرده بودن، ولی محافظه کاری همیشه هست دیگه، کاریش نمیشه کرد، ترس و نگرانی و محافظه کاری و خب میگن اگه ما بخوام که این حرفا رو بپذیریم دنبال تو بیایم ما دیگه جایی نداریم تو این مملکت. خب میدونستن همه که اینا یه اقلیتن، یه افکار جدید دارن، اون موقع حالا 30-40 تا مسلمان که بیشتر نبودن، 50 تا بودن، نمیدونم بیشتر کمتر، یه جامعه است که قرنهاست داره بت میپرسته، به یه افکار و آدابی پایبنده. اینا فعلا تو اون جامعه انگشتمان، اینا رو شکنجه میدن، آزار میدن، اینا مجبور شدن فرار کنن برن حبشه، سال 13 هم که همه فرار کردن رفتن مدینه. خب میگه اگه ما بخوایم با تو بیایم بپذیریم حرفا رو، نتخطف من ارضنا، خطف یعنی رو بودن، ما رو از زمین میکنن، ما رو بوده میشیم، نه به معنی آدم ربایی، آدم ربایی که خب اون موقع به اون معنا نبوده، یعنی ما دیگه تو اینجا نیستیم، تو این سرزمین نیستیم. شما ببینید تو اروپا دوران قرون وسطی، همین اروپایی که امروز متمدنه، چقدر قتل عام‌های بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و چقدر جنگ‌های مذهبی هستن. اروپا خلوت شده نظر جمعیت به خاطر این جنگ‌های دینی. چرا یه دی بلند شدن آمدن امریکا، پیوریتن‌ها و دیگر مهاجرت کنه؟ آزادی دین وجود نداشت، هر کسی می‌خواست اینجا عوض کنه دیگه تو اونجا نیست، یا کشته می شده یا دستگیر می شده. این همه آتش زدن کسانی که قبول نداشتن دستگاه کلیسا، این برنامه های تفتیش عقاید، انکیزیسیون رو نمی دونن، این حرف ها همه دیگه تاریخ رو می دونید، مملکت خود ما هم همینطور، همه جا همه، همه دنیا هم این بوده. حالا توی یه نظام قبیله‌ای تو افریقا، تو عربستان داره میگه، اون موقع که دولت نبوده، قانون اساسی که نبوده، نظامی نبوده، یه تعدادی قبیله با هم داشت زندگی میکردن. تو قبیله رئیس قبیله است که بزرگ خدایی میکنه، حفظ هر کسی تو قبیله است. اگه این قبیله از اون قبیله که میکشته، حتما این قبیله باید از اونا میکشتن یه دونه،
یعنی جنگ ها جنگ های قبیله ایه، قبیله است، نه پلیس وجود داره، نه ژاندارمری، نه سرباز، نه قانون، قبیله است که آدم ها رو حفظ میکنه. حالا اینا اگه عقیدهشون عوض بشه، این ساپورت قبیلگی که از سرشون برداشته میشه، برای دیگه امنیت نداره، هر جا باشه میگیرنش، میکشنش، اسیرش میگیرن، هیچ کسی مدافع نداره. قانون قانون جنگل بوده در واقع. بنابراین میگن ما اگه بخوایم قالو ان تبع الهدى، اگر ما هدایت رو تبعیت کنیم، معکه همراه تو تو خط تو بیایم، نتخطف من ارضنا، ما از این زمین کنده میشیم، ما دیگه اینجا نیستیم، خونه زندگیمون از دست میدیم. اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما نمکن، یعنی امکان فراهم کردن، لهم برای اونها حرما آمنا، یه حرم امنی قرار ندادیم؟ حرم امن یعنی همون مکه دیگه، شبه جزیره عربستان همه در حال جنگ بودن، قرنها همه با هم می‌جنگیدن، هم دیگر غارت می‌کردن. این خانه که به وجود آمد، اونجا یک 4 ماه اولا حرامه که کسی حق نداره به جنگ، جنگ و درگیری و ستیز همش حرامه، به خصوص تو اون منطقه یه حریمی داره دیگه، در فاصله در شاه نمی‌دونم چقدر، چند کیلومتر، چند مایل، حق نداره کسی اونجا جنگ و ستیز بکنه، این حریمه، حرم یعنی حریم. خب اینو کی قرار داده؟ این از زمان ابراهیم بوده دیگه، به فرمان خداست که بران که بین این قبائلی که در جنگ و ستیزن یه فرصتی به وجود بیاد، اینا بشینن با هم حرف بزنن، رو چشم به چشم، رو به رو هم با هم صحبت بکنن، باید یه جایی باشه. مکه که هیچی نداشته، میگه به وادن غیر زیزر، یه سرزمینیست که فاقد استعداد کشاورزیه، همه سنگای آذرین، سنگ آتش فشانیه، خشک، نه علفیه، هیچی نیست اونجا، نه دامداری امکان داره، نه کشاورزی امکان داره، نه صنعتی بوده. و چطور این شهر مکه به وجود آمده؟ از موقعی که اون زمزم جوشید، البته اون زمزم برنزه شد 50 نفر 100 نفر هم که بیشتر آب نداشته که، اونجا چون امنیت به وجود آمد، یه عده‌ای آمدن، وقتی که آمدن شروع کردن به مبادله کالاهای خودشون، یواش یواش شد که مرکز اقتصادی شبه جزیره عربستان، مرکز اقتصادی که میشه این، چون امنیت وجود داره، یعنی اول امنیته، اگه امنیتی باشه شکوفای اقتصادی هم به وجود میاد، امنیت که نباشه هیچ جای دنیا اقتصاد رونق پیدا نمی‌کنه. هر کشوری دیدیم از اقتصادیش خرابه، بدونید امنیت نداره. امنیت که بیاد سرمایه گذاری خارجی میاد، هم مردم عادی هم سرمایه گذاری میکنن، همه چی درست میشه. قرآن تا این سوره ای به نام قریش داره، میگه ایلاف قریش، برای ایجاد الفت بین این قبیله قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف، اینا که تابستون و زمستون کوچ میکنن این بر اونور میرن، هیچ پیوندی، پیوستگی و ارتباطی ندارن، فلیعبدوا رب هذا البيت، رب این بیت رو بپرستید، الذی اطعمهم من جوع، همونی که شما رو از گرسنگی نجات داده، و آمنهم من خوف، امنیت داده به شما از خوف، از جنگ، از این کشدارها. دو چیزو میگه، یکی امنیت، یکی اقتصاد. این دوتا مثل پای چپ و راست با همدیگه جلو میرن. میگه خب شما میترسین که امنیتتون سلب بشه اگه ایمان بیارید، خب تو همین شهری که داری زندگی میکنی امنیتو کی بهتون داده؟ همون خدایی که این امنیتو به شما داده نمیتونه به شما هم امنیت بده؟ کمان که بعدن که از اونجا هجرت کردن تو مدینه چه امنیتی بده کردن و به کجا رسوندن نهضتشون رو. اولا نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات و کل شیء، ثمرات همه چیز به اونجا داره سرازیر میشه به مکه، چون تنها نقطه بازار مکار، مرکز اقتصادی، مرکز بیزنس، تجارتش به جزیره عربستان شد. همه قبائل که همه به خون هم تشنه بودن می اومدن پلو هم میشستن و در کنار هم تو کعبه بوتاشون رو زیارت میکردن، تو گوشه هم زن و ملک و مبادله و چه چیزی بهتر از این. میگه از همه جام داشت ثروت می اومد اونجا، کاملا رونق پیدا کرد.
رزقن من لدنا، این از جانب ما بود، ولیکن اکثر هم لا یعلمون، بیشتر مردم نمیدونن. میگه بدونید که همین امنیت هم که فعلا بهش دل بستید از یک آرمان و عقیده مشترک و امنیتی که مترتب شده بر او حاصل شده. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. کم اهلکنا، چه بسیار ما هلاک کردیم، من قریت، قریه یعنی مجتمعات انسانی، مردمان شهرهایی رو که بطرت معیشتها، معیشتشون اونها رو به سرمستی و ظلم و ستم انداخته بود. یعنی به اصطلاحی که تو ایران مطرح میگن مرفهین بی درد، یا اونایی که خیلی مغرور ثروت و قدرتشون میشن، خودشون رو گم میکنن، مست قدرت و ثروت میشن. میگه چه بسیار از شهرهایی، مردمانی، تمدنهایی که به خاطر سرمست قدرت شدن و فراموش کردن قانون و حساب و کتاب و عدالت، اینا ما اونا رو هلاک کردیم. البته نمیگه من هلاک کردم، قرآن بارها توضیح دادن وقتی ما رو به کار میبره قوانین و نظامات و این مجموعه رو داره میگه. ما امروز وقتی بخوایم بحث کنیم میگیم اینا منقرض شدن، این نظامات منقرض شدن، فاعلی نداره، ما بدون فاعل داره میگه، این کشور از بین رفتن، اینا به اینجا کشیده شد. ولی قرآن همیشه چون یه قانون تو دنیاست، خدا این قوانین گذاشته، همه جا میگه ما، اونجایی که میگه ما به تعبیر ما همینطوریست که داریم میگیم شدند، نظاماتو داره میگه. در واقع اینو میخواد بگه امتهای ملتهایی بودن که منقرض شدن. چرا منقرض شدن؟ برای اینکه یه عده ثروتمند، جریان همین وال استریت، یک اقلیتی استثمار میکنن مردم، ممکنه چند سباهی بمونه، ولی این پاسخگو برای همیشه نیست. در طول تاریخ این گونه جوامع که اقلیتی بر اکثریت دارن حکم میکنن و اجحاف میکنن، سرمستی قدرت میکنن، نمیمونه، هلاک میشن یا بین میرن. فتلک مساکنهم، این مساکنشونه، خرابه ها رو برین ببینید مال تمدنای پیش. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، بعد از اونا کسی دیگه نمونده تو اونجاها مگر قلیلی، خرابه است دیگه، چند چقدر اونجا میمونن. و کنا نحن الوارثین، ما میراث بر بودیم. ما باز یعنی اونا با خودشون نبردن این ثروت ها و این حشمت ها رو، اینا موند تو نظام ما، تو این سیستم موند. و ما کان ربک مهلک القرا، این پروردگار تو نیست که او هلاک بکنه. حتی یبعث فی امها رسولا، مگر اینکه در ام اون تمدن، امش یعنی پایتختش، مرکزش، یعنی ما قبلا رسولانی، هشدار دهندگانی، منذرانی میفرستیم، حقایق به اونا بگن، آگاهشون بکنن. خدا هرگز بدون آگاهی بخشی از کسی مسئولیتی نمیخواد، به کسی ایرادی نمیگیره. اول باید آگاهی باشه، شناخت پیدا بکنه، اگه عمل نکرد به شناختش، لجبازی کرد، خلاف اون عمل کرد، خب دامنشو میگیره دیگه. رسولی بیاد که یتلو علیهم آیاتنا، نشانه های ما رو، علامت ها و آیات ما رو بر اونا بخونه. و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، ما هیچ وقت هیچ مردمی رو هلاک نکردیم مگر اینکه اهلش ظالم بوده. نمیگه اهلش کافر بوده، اهلش مؤمن نشده. اگر تو قرآن میگه شرک، کفر، اینا برای اینکه اونها به ظلم میکشه، اگه حقیقت آدم انکار کنه، بپوشونه یا شرک به ورزه، خب دنبال یه راهایی میگه به چیزی پایبند از نظر قوانینی که مربوط به اخلاق دینی باشه، خب طبیعتاً به ظلم کشیده میشه. میگه علت از بین رفتن این تمدن‌ها ظلمه. اتفاقاً این کلام معروف رسوله، میگه الملک یبقى مع الکفر، جامعه با کفر میمونه، یا حکومتی، یه مردمی، یه نظامی با کفر میتونه بمونه، ولا یبقى مع الظلم، با ظلمه که جامعه نمیتونه بمونه. یعنی اگه جامعه دینی هم باشه، به نام دین هم باشه، ولی ظلم بکنه، این جامعه دوام نداره. ولی اگه جامعه کافر باشن، بی دین باشن،
ولی ظلم نباشه میگه اون میمونه، اون میمونه، این نمیمونه. چون دین برای همینه که ظلم نباشه، عدالت باشه. اگه قرار باشه که به نام دین ظلم بکنن، نشون میده دین رو نفهمیدن، فقط یک آداب، یه تشریفاته. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها. حالا یه عده‌ای به دنیا چسبیدن و نمیخوان این حرفا رو بپذیرن، میگه اون چه که تو دنیا به شما داده شده، حالا هر چی، خونه و زندگی و ماشین و نمیدونم هر ثروتی دارید، فمتاع الحیات دنیا، اینا متاع زندگی دنیاست. متاع یعنی چیزای مصرفیه، ما اینا رو بهتون دادیم برای زندگی کنید تو این دنیا، باید باشه. اینا هدف نیست، اینا متاعه، اینا بهره مندی هاست، بهره مندی های دنیاست و زیبایی های دنیاست. خدا خودش زیبایی گذاشته، میگه زینا للناس حب و شهوات، خدا شهوات رو زیبا کرده در وجود شما، من النساء والبنین، چه همسران چه بنین بچه ها، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، جمع‌آوری طلا و نقره، میگه اینا زیبا شده در وجود شما هست، والخیل المسومه، اسب، حالا اون موقع اسب بوده یعنی ماشین، مرکب، والانعام چارپایان، والحرث کشاورزی زراعت. حالا مفصل میگه همه اینا رو من زیبا کردم در وجود شما که برین دنبالش. اگه نباشه کی میره دنبال کشاورزی و دامداری و ازدواج و نمیدونم بچه دار شدن و غیره. میگه ولی بدونید اینا هدف نیست، اینا رو من خودم قرار دادم در دلتونم، زیباییاشو گذاشتم که زندگی کنید، لذت ببرید، ولی هدفتون اینا نیست. اینجا هم حالا با اجمال داره اینو میگه که اینا متاع و زینته، و ما عند الله خیر و ابقا، اون چی که نزد خداست هم بهتره و هم باقیتره. این بقیه رو که میذارید میرید، اونا بهتره نزد خدا، نه اینکه خدا یه جای دیگه است پیشمونه، خدا که همه جا هست، هیچ جا خالی از اون نیست. عند الله یعنی در حساب خدا، یعنی امور خدایی، اون چی که به هدف اخلاق، معنویت، انسانیت، شرافت انجام بشه، اینا میشه اندلال نیست. اونا بهتر از اینه که ای بخوان جمع بکنین رو هم بذارید. افلا تعقلون، آیا نه رعایت نمی کنید؟ نه اینکه آیا عقل ندارید، تعقلون فعله، یعنی دو تا چهارتا نمی کنید این واقعیت و این دانش رو در عمل به کار نمی برید. چون عقل بارها توضیح دادم، اول تفکر، محصول تفکر علمه، به کار بردن علم میشه عقل. افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا اون کسی که ما وعده نیکویی بهش دادیم، فهو لاقی، اونم میرسه به اون، همجوری وعده سرخرمن ندادیم، یعنی این کارا رو بکنید هم دنیا تاباد میشه هم آخرت. آیا اون کسی که ما این وعده های نیکو رو بهش دادیم به اون وعده ها خواهد رسید؟ کمن متعناه متاع الحیات دنیا، آیا این مساوی ما اون کسی که متاع دنیا رو بهش دادیم؟ نه که ما به اونا اینه دادیم، به اونی نه، دنبال این بوده. اون کسی که دنبال وعده های الهیه و اون کسی که چسبیده به دنیا، اینا یکی هن. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، روز قیامت از احضار شدگان خواهد بود، یعنی باید پاسخ بده. خب این همه نعمت دادیم تو، فقط خوردی و خوابیدی و صرف کاخسازی ها و راحت و رفاه خودت کردی، چه راندمانی داشتی، چه محصولی داشتی، خیرت به کی رسید؟ فقط همین بهرمند شدی از دنیا، باید پاسخگوی این نعمات بشی. خدا هر چیزی که داده به خاطر یه هدفی داده، همینطوری که فقط هدفش این نبوده ایده بیان تو دنیا و بخورن و بخوابن و لذت ببرن و بذارن برن، میگه این پاسخگو باید باشه. و یوم ینادیهم، روزی که خدا ندا میکنه با اینها، فیقولو این شرکایی الذین کنتم تزعمون، خدا سوال میکنه، سوال خواهد کرد که کجا نی شرکای من که تو میپنداشتی، کدوم شرکا؟ ببینیم مخاطبین پیامبر بی دین نبودن، بی خدا نبودن. به تأکید ده ها آیه تو قرآن 100% خدا را قبول داشتن اونا، بحثشون فقط همین پارتی هاییست که همچنان هم ادامه داره، شفاعت هاست، توسل هاست، این حرف هاست. اونا میگفتن خدا ما رو ساخته، خالق زمین و آسمان همینم اون ساخته، رازق ما همون هست، ولی اون شأنش عجله، ما که دستمون به اون نمیرسه. بوتا رو میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستن، ما نعبده هم، ما اینا رو عبادت نمی کنیم.
الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. این استدلالا هم باره در طول تاریخ بوده، به شریک قائل بودن خدا بله هست بالاتره، مثل پادشاه که اون بالاست، ولی یه سلسله آدم های مؤثر هم هستن دیگه، ما پارتی بتراشیم اینا عرایز ما رو حاجات ما رو به شرف عرض ملوکانه برسونن. میگه خب روز قیامت میگه کجا نیرا؟ اینجا کجا تشریف دارن؟ حالا مشتکین فرشتگان رو شفیع میدونستن، مسیح یا صلیب میکشن، عیسی رو در واقع بام امامزاده ها رو امام ها رو پیغمبر من تو ندیگه. میگه کجا اینا که فکر میکردید اینا نقشی دارن؟ این شرکایی الذین کنتم تزعمون، شما میپنداشتید، زعمه یعنی پنداشته، خیال میکردید. قال الذین حق علیهم القول، اونایی که این قول خدا درباره اونا تحقق پیدا کرده، این قول خدا رو میگه که هر کسی راه غلط بره دامنش رو میگیره. لقد حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والإنس اجمعین، این قول خداست که شوخی نداره اینجا، هر کسی تو هر خطی بره اونا که راه شرک و خطا میرن دامنش رو میگیره این کارا. بعد میگه موقعی که تحقق پیدا میکنه اینا سرنوشتشون رقم میخوره، اونا میگن که ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اینا اون کسانی است که ما گمراهشون کردیم، اغوا کردیم. یعنی این سخنه که داره میگه سخن سردمدارانه، اونا که اون بالا بالا ها هستن که مردم فکر میکنن کسان اینا کسی هستن، مقلد اینا، پیرو اینا، سرسپرده اینا، اونا دارن میگن که اینا رو ما گمراه کردیم. هؤلاء الذین اغوینا، ما درست اینا رو گمراه کردیم، اغوینا هم که ما غوینا، ما اغوا کردیم اینا رو، فریبشون دادیم، همینطور که خودمون فریب خورده بودیم. یعنی ما که گناهی نکردیم، ما اینجوری فکر میکردیم، خب همون هم به اینا تبلیغ کردیم، تلقین کردیم، اونا مقلد ما شده. تبرعنا الیک، ما براءت میجوییم، یعنی ما بری هستیم، ما گناهی نداریم. حالا بعضی گفتن تبرعنا یعنی ما اینجا از اونا تبرعی میجوییم، ما اینا رو قبول نداریم، گرچه تو دنیا اینا سیاه لشکرهای ما بودن، پیرو ما بودن، برای ما سینه میچاک میکردن، اینا سیاه لشکر ما بودن، میفرستادیم برن بزنن تارمار بکنن، ولی حالا میگیم نه اصلا قبولشون نداریم. ولی تبری از همون براءت میاد دیگه، یا فلانی از این گناه تبرئه شده نیچی، یعنی بیگناه دیگه، ما گناهی نداریم، ما گمراهشون کردیم، ما اینجوری خودمون فکر میکردیم، ما که سوء نیت نداشتیم. ما کانو ایانای عبادون، اونا که ما رو عبادت نمیکردن، عبادت نه به معنی پرستش، اینم بارها داشتیم توضیح دادن، یعنی اینا که سرسپرده ما نبودن، اینا دنبال قدرت بودن، دنبال ثروت بودن، اگه دنبال ما اومدن عاشق چشم روی ما که نبودن، اینا که به اصطلاح عابد به معنای تسلیمه در واقع. این حدیث جالب از امام صادق میفرماید من اسقا الی ناطق فقط عبده، هر کسی به یه ناطقی گوش دل بسواره او رو عبادت کرده. آدم باید بره تو جلسات بشنوه، ولی خودشه و فکر کنه این درست داره میگه، مدخرب داره میگه، ولی اینطور شیفته بشه که لابد هرچی این داره میگه درسته، میگه این عبادت اینه. من اسقا یعنی شنیدن دل، نه استماع، اسقا با صاد و غین یعنی با وجود دل، همچین در واقع باز کرده گوششو که هر چی اون داره میگه درسته، فقط عبدو میگه. حالا این ناطق اگه از خداوند متعال بگه، خب این خدا رو عبادت کرده، اگه شیطانی بگه شیطان عبادت کرده، این میشه عبادت، معنی عبادت یعنی تسلیم بودن، مقلد بودن، سرسپرده بودن. میگه اینا که با دنبال ما نبودن، حالا شاه پرست اگه بوده، ملا پرست بوده، هر چی بوده، این به خاطر منافع خودش آمده، بنابراین ما خیلی مدافع اینا نیستیم در واقع. ما کانو ایانا یعبدون، حالا خداوند رو میکنه به اون مقلدین، میکنه و قیلت او شرکاکم، شما که تو دنیا فکر میکردی اینا به دادتون میرسن، فرشتگان، انبیا، اولیا، خب بخوانیدشون، بفرمایید به دادتون برسن. قیلت او شرکاکم فدعوهم، اینا میخوانن، صدا میکنن،
به داد ما برسیم. ما فکر میکردیم شما شفیع این، به شما متوسل شدیم، چیکار کردیم؟ فلم یستجیبو لهم، اصلا اجابت نمی کنن و لرعب العذاب، عذاب اعمالشون رو میبینن. لو انهم کانوا یهتدون، کاش که اینا هدایت شده بودن، میفهمیدن که هرچی از خداست. لو کانوا یهتدون، ای کاش میفهمیدن که این حرفا، این واسطه ها نقشی نداره. و یوم ینادیهم، روزی که خدا اونا رو ندا میکنه روز قیامت، فیقول مازا عجبتم المرسلین، شما چطوری اجابت کردید به دعوت رسولان؟ رسولانی آمدن، موسی، عیسی، دیگران خدا رو معرفی کردن، اخلاقیاتی رو مطرح کردن، تو عکس العملت چی بود؟ مازا عجبتم المرسلین. همیشه تو دنیا این دعوت هست دیگه. آیات آخر سوره آل عمران رو بخونیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا شنیدیم اون منادی که ما رو به ایمان دعوت میکرد، فآمنا ربنا، ایمان آوردیم. یعنی این که دل آدم با یه حقیقتی همراه باشه، اگر حقی میبینه بپذیره دیگه، موضعی نگیره. میگه به اینا میگه خیلی خب، شما چه به این رسولان که حقایق آوردن چه عکس العملی نشون دادید؟ فعمیت علیهم الانباء و یوم اذن فهم لا یتساءلون، در آن روز خبرها بر اونها پوشیده میشه. عمیت، اما یعنی کوری، یعنی چیزی پوشیده است، نمیبینه، خبر نداره، نمیدونه، بی اطلاعه، آگاهی نداره. اتوان این کلمه یه بار دیگه راجبه بکنم لوط در قرآن اومده، میگه مرد واقع شما منو دارید انکار میکنی، حرفا رو نمیپذیرید. حالا گیرم من اگه از جانب خدا بودم، حقایق رو از جای از او آورده بودم، حقایقی که من بهش رسیدم، فعمیت علیکم، بر شما این پوشیده است، شما اینا رو درک نکردید. واقع چی میگین؟ شما همش انکار میکنید. من اینا رو به عنوان یک امر واقعی دارم میگم، ولی بر تو پوشیده مونده، چون اینا در دنیا در واقع چیزایی رو میدیدن که به منافع زود گذرشون ارتباط داشته باشه، اصلا نمیدیدن این مسائل حقایق رو. آدم به چیزی بها میده که جدی میگیرتش، میگه برمانه آخرت هم مثل دنیاست، اصلا نمیدونه چی به چیه، این پرده ها جلو چشمش هنوز نرفته کنار، برای من سوال هم نمی کنه، همینطور که تو دنیا هم سوال نمی کنه. اگه پوشیده است خب برو سوال کن، بپرس، ببین دیگری چی میگه. اونجا هیچ چی رو نمیفهمه، حقایق منگه، گیجه، کانفیوزه و سوالم نمیکنه. و اما من تاب و آمنه و عمل صالحاً، اما کسی که تابه، توبه بکنه، توبه یعنی بازگشت، اگه تا حالا این راه غلط رو میرفتی، حالا برگرد، مسیرت رو عوض بکن، جات خط رو عوض بکن، باور بکن، آمنه و عمل صالحاً، کار مثبت بکن، کار اصلاحی هم کسی بکنه. فعسى ان يكون من المفلحين، امید است که از مفلحین باشه. فلح، شکفتن، شکافتن، شکوفا شدن، این بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه تو این سیستم. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگارت میآفرینه طبق مشیت و نظامی، و یختار، و او اختیار میکنه، او اراده داره، امر اون اختیار داره. ما کان لهم الخیارتو، اینا که به دنبال شما میرین به اونا متوسل میشین به شفاعت، اونا که اختیاری ندارند، واسطه ها که اختیار ندارن، خداست که خلق کرده و اختیار داره. ما کان لهم الخیارتو سبحان الله و تعالی اما یشرکون، سبحان الله هر جه میاد، هر جه که میاد یعنی منزه خدا، خدا پاک از این حرفا، نظام او که اینقدر هر کی به هر کی باشه، هزاران عامل مؤثر، یه نظام تو جهان هست، یه خداست، اینطور انقدر بندگان خدا رو دخالت ندین که اینا هم یه نقشی دارن. اینا اگرم حالا انسان ها باشن، الگوها، مدل های ما هستن، ما باید به اونا، به زندگیشون توجه بکنیم، از اونا درس بگیریم، اونا بندگان خالص خدا بودن، ولی اون چیزی که مربوط به خداست اینا نقشی ندارن، کاری نمیتونن بکنن. ببینید چقدر آلودگی ها در تاریخ بشر بوده و همچنان هست، چقدر خداشناسی های ما آلوده به شرک،
آلوده به شریک قائل شدنه. هی قرآن میگه شرکا شرکا شرکا، یعنی شما شرکت سامی درست کردین، شرکت سامی خدا، فرشتگان، انبیا، اولیا، امامان دیگه همه رو دارید. حالا سهماشون رو کم و زیاد میکنیم، برای بعضی ها 99% این شریکان، 1% خداست، حالا بعضی هم 1% خداییش یه مقداری بالاتره. خدا برای روز مواداست اگر دست اونا کاری بر نیمد، اون وقت متوسل به دیگری میشیم. میگن یک کوه نوردی، حالا وقتم کمه نرز کنم، داشته صعود میخواسته به قله صعود بکنه، برحال از اون بالا سقوط میکنه، میفته به تنابی آویزون میشه، میگه خدایا خدایا خدایا، بعد خدا میگه چیه چیکار داشتی؟ میگه من دارم میفتم. خب دستتو ول کن. ول کنم؟ خب میفتم، دستو ول کنم. میگه خب دستو ول کن، اگه منو خواستی من میگم ول کن. بعد هی دونه دونه اسامی که چیزای اونا رو میخونه، باور نمیکنه حرف خدا رو. بعد گزارشی که چاپ شده بود که یک کوهنوردی در فاصله 1 متری زمین در حالی که به تناب وصل بود یخ زده بود و فوت کرده بود. یعنی خدا گفت دستو ول کن، رسیدی که حال ول کن، ولی همش توجهش به این بود که حالا اون واسطه ها به دادش میرسن، اون بالا خبری نیست، فلانی و فلانی نیستن. یعنی این حرف خدا رو باور نمیکرد که دستو ول کن دیگه، یعنی رسیدی دیگه. این مهم اینه که آدم مثل این خدا رو باور نمیکنه، ولی به واسطه ها بیشتر باور داره. و ربک یخلق ما یشاء و یختار و ما کان لهم الخیره سبحان الله تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. پروردگار تو اون چی که در سینه ها مخفی کردن و اسرارشون و اون چی که علنی میکنن میدونه. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره و له الحکم و الیه ترجعون. او الله خداییست که لا اله الا هو، به جز او هیچ معبودی نیست. له الحمد، همه حمد ها، همه سپاس ها، همه تشکر، هر خوبی، زیبایی، هر چیز خوب که میبینید از اونجا ناشی شده، هم در دنیا و هم آخرت. لهو که مقدم آمده انحصار میرسونه، هر حمدی هست، سپاسی هست، از اونجا ناشی شده. و له الحکم، حکم یعنی فرمان روایی، قضاوت، داوری، داوری هم با اونه، حکم هم با اونه. پس همه زیبایی ها، همه خوبی ها از اونجا ناشی شده، فرمان روایی هم از اوست. و الیه ترجعون، همه هم به سوی او برمیگردید. این دنیا آخرش بنبست نیست، یه سیکله، میلیاردها سال جهان ادامه داشته، هیچ چیزی از بین نمیره، دارید به سوی او در یک نظام دیگه برمیگردید. این دوتا آیه دیگه هم تا سر 73 گفته بودیم با سرعت بخونم. دو تا آیه رو مطرح میکنه، یکی شب و روز. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه. پیغمبر بگو آیا هیچ اندیشی، آیا هیچ فکر کرده اید که اگه خدا این شب رو برای شما همیشگی قرار میداد، همیشه شب بود، سرمدی بود، هیچ وقت روز نمیشد تا روز قیامت. من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. چه کسی میخواست برای شما ضیاء بیاره؟ ضیاء یعنی پرتو خورشید، نور. کی براتون نور می آورد؟ افلا تسمعون، آیا نمیشنوید؟ شنیدن نه به معنی شنیدن گوش، شنیدن این فهمیدن. نمیفهمید اینو؟ حداقلش نگاه بکنید به همین شب و روز. قرآن بارها 30 تا آیه است که شب و روز به معنی آیه خدا میگه، جعلنا اللیل و النهار آیتن، دو آیه است. قل ارأیتم من جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه. حالا برعکس، اگه روز تا قیامت همیشه روز بود، هیچ وقت شب نداشتیم. من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. چه خدایی، چه معبودی به جز الله، الله با الف لام اله، خدای یکتا، به جز اون کدوم خدا میتونست برای شما شب رو بیاره که تسکنون فیه، در شب بتونید آرامش پیدا بکنید، رفع خستگی بکنید؟ افلا تبصرون، نمیبینید؟ نمیبینید؟ یعنی اینا بدیهی ترین حقایق دیگه. در قرآن چندین بار، یعنی 7-8 بار گفته که این شب و روز آین، 5 بار گفته این تبدیل تدریجی شب و روز، ایلاج، یول جل لیل فی النهار، طول جل لیل فی النهار. ناگهان شب نمیشه، ناگهان روز نمیشه، یه ساعت، یه ساعت و نیم طول میکشه به آرامش که این تغییر تو طبیعت مخرب نباشه، به آرامی، نه گلای مرتبه خوش بشه، نه ناگهان سرد بشه، ناگهان گرم بشه.
چندین بار اینو گفته، چندین بار پشت سر هم بودن، تداوم منظم شب و روز، و چندین بار اون مسئله خواب، خواب شب و روز، چندین بار این دگرگونی. حالا مفصل می لیستی که حالا دیگه فرصت نیست، وقتمون تمام شد، که چگونه داره از این پدیده شب و روز سخن میگه. آخرش جنبندش اینه که و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، این رحمت خدا بوده که برای شما شب و روز رو قرار داده، لتسکنوا فیه، هم آرامش بگیرید در شب، ولی تب تقو من فضله، روزم برین دنبال فضل خدا، دانش، تجارت، ورزش، هنر، هر چیزی، همه اینا فضیلت هاییست که در امکانتون قرار داده. ولعلکم تشکرون، برای اینکه بتونید شکر و شکر منی بهره برداری از نعمت، این همه امکاناتی که به شما داده ازش بهره ببرید. صدق الله العلی العظیم.